بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز دوشنبه 31 ماه آگست سال 2015 میلادی و برابر است با 9 شهریور ماه 1394. این برنامه آقای شبستری رو میدیدم و گاهی وقتا ما نمیتونیم هر قدرم که تنظیم میکنیم که برنامه ها سر موقع شروع بشه و سر موقع تموم بشه، بعضی از این دوستان یکی دو دقیقه ویدیوهاشون طولانی تره یا بعضی ویدیوها کمتر از اون موعد مقرر هست و این اشکالات پیش میاد. در هر صورت دیگه شما هم فکر کنم تا امروز عادت کردید به این تلویزیون های ایرانی و برنامه هایی که نه سر ساعت شروع میشه و نه سر ساعت تموم میشه. خب اجازه بدید تشکر کنم از بهروز و با فرستادن این ویدیوها یه عده ای از شما رو راضی و خوشحال کرد و از دست ما شما رو رها کرد و آزاد. هفته قبل حدود 20 دقیقه ویدیو بود، امروز با کمک ساشا و آقای سرهنگ عقیلی پور هم لطف کردن یه ویدیو فرستادن و خود بهروز هم چندین ویدیو فرستاده که خیلی کوتاه بودن، حدود 25 دقیقه براتون ویدیو داریم، شادم بیشتر 25 دقیقه یکم بیشتر. و یه ویدیوی دیگه هم هست که از آقای علی نیری هست. ایشون چون این ویدیو مال 8 سال قبل بود، من قیافه‌شو که دیدم میدونستم که این جوان رو میشناسم، ولی گفتم خب از خودشون هم سوال کنم. باشون تماس گرفتم روی فیسبوک و گفتم که این ویدیو شما هستید؟ گفت بله، ولی این ویدیو مال 8 سال پیشه. گفتم خب آقا اب نداره، ما ایرانی ها دوزاری هامون کجه و بعد از 8 سال این ویدیو تازه داره پخش میشه، بیش از 130 هزار نفر تا کنون دیدن. بریم با هم این رو ببینیم. حدود 6 دقیقه و 28 ثانیه است و متاسفانه تمام ویدیو نیست. من ممکنه، حالا ایشون داره میخواد بره سفر، ممکنه که ازش بخوام کل ویدیو رو برامون بفرسته یا اینکه وقتی از سفر برگشت یه صحبتی با هم داشته باشیم. چون جایی که من این ویدیو رو دیدم این دوستان کم سواد و بی سواد خیلی به ایشون حمله کردن و متوجه نشدن حرف این بنده خدا چی هست. با هم این ویدیو رو ببینیم. شما لطف کنید نظر بدید روی تلفن 202-695-2573. بذارید الان اینجا براتون بیارم، 202-695-2573. یک دقیقه، دو دقیقه، دیگه ماکزیموم 3 دقیقه صحبت کنید. اگر بیشتر صحبت کنید تلفن خودش قطعتون میکنه. نظرتون رو بگید که آیا با این دوستمون آقای علی نیری شما همزبان هستید و به قول معروف آقای نیری جانا سخن از زبان ما میگویی، یا شما هم از اونایی هستید که چون خودتون میدونید امروز چیزی نیستید میگردید در قبرستون ها و از استخون مرده ها میخواین استفاده کنید، بلکه خودی نشون بدید. بریم این فیلم رو ببینیم و برگردیم. از آقای علی نیری هم ممنونم و از دوستی هم که این ویدیو رو ارسال کرده بسیار ممنون و سپاسگزارم. امروز در آخر برنامه، یعنی بعد از برنامه من، اون 25 دقیقه فانی ویدیو رو میذاریم و اگر دوستان همین جوری ادامه بدن فکر کنم بد نباشه که هر روزی که من برنامه جدید دارم، یعنی دوشنبه، چهارشنبه، جمعه، این ویدیوها رو هم ما به شما نشون بدیم و اون روزی که برنامه نداریم این دوستان مشغول ارسال لینک باشن، ما هم مشغول چسبوندن اینها با چسب یه قلو و دو قلو و سه قلو با هم تا برای شما آماده کنیم. ضمن این که از ساشا ممنونم که اون آهنگ قشنگ رو با اون صدای جوان فرستاده، ازش میخوام که باز هم این کار رو ادامه بده و ویدیوهای کوتاه و قشنگ رو بفرسته. اتفاقا اگه اشتباه نکنم ساشا چون کارش ژورنالیست هست و گزارشگر و رپورتر و اینا هست، قبلا قرار بود ایشون این کار رو انجام بده، ولی دوستان میگم با شور و هیجان با حال و انرژی میان، ولی ما ملت
حال و انرژی و شور و هیجانشون ازشون میگیریم و مثل یه ماشینی که پنچر شده این بنده خداها لاق 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 میرن به کنار جاده. با هم این ویدیو رو که کمتر از 7 دقیقه هست ببینیم، به صحبت‌های ایشون گوش کنیم و برگردیم. برای دوستانی که ما را از یوستریم میشنوند چون نمیبینن، من این رو سعی میکنم از اینجا پخش کنم تا شما هم بشنوید. پس با هم این برنامه رو یا این ویدیو رو ببینیم و بشنوید. مرسی. خیلی راحت اینو میگیم ما. ما باید بیان نفت داریم، ما باید مثلا از فیلیپین و جای دیگه بیان برامون کار کنن، ما چرا باید کار کنیم؟ و تنبلی فکری هر دوش. مسائلی که ما الان داریم رو سعی میکنیم برگردیم به گذشته. یک زمانی فکر میکردیم که کوروش و داریوش مسائل ما رو میتونن حل کنن، بعد فکر کردیم که این مسائل رو احتمالاً اسلام میتونه حل بکنه، حالا که اونم نتونسته حل بکنه میریم سراغ مولانا، یه عده میرن سراغ زرتشت. چرا؟ چون حوصله نداریم خودمون فکر کنیم دیگه، بگردیم ببینیم اون نوابغ روزگار زمان خودشون که مسلماً یک سر و گردن از زمان خودشون جلوتر بودن، اونا چه راه حلی داشتن، ما بریم اونا رو بخونیم و الان بیایم تشریح کنیم بگیم آره اینام راه حل ماست. اون چیزی که خوشگیده به نظر من خردگرایی است. انسان قرن 21 مسائل قرن 21 داره، مسائل قرن 20 حل قرن 21 میخواد. مولانا آدم بزرگی بوده، حافظ آدم بزرگی بوده، فردوسی آدم بزرگی بوده، ولی اینا مسائلی که داشتن مسائل 7 قرن پیش بوده. به نظر من هر کسی که امروز فکر میکنه میتونیم مسائلمون رو با کوروش و داریوش حل کنیم، با حافظ و مولانا حل کنیم، با صدر اسلام حل بکنیم، یا با اوش و زرتوش حل بکنیم، یا با هر کس دیگه که در گذشته بوده حل بکنیم، اینها مرتجعن، فرقی نمیکنه به نظر من اینها با چه ذهنیتی میان. این کاملا حرکت ارتجاعیه. کاری که اروپایی‌ها کردن، مسیری که کانت، هگل و خیلی کسایی دیگه شون رفتن، این بود که از عقلشون استفاده کردن. اگه ما ایرانی‌ها یک زمانی یاد بگیریم که از عقلمون استفاده کنیم به جای اینکه بریم در گذشته، خوندن گذشته خیلی خوبه ولی نه اینکه راه حل‌های امروزمون رو در کتب گذشته پیدا بکنیم، یعنی اونم انقدر از تنبلیمونه دیگه. ناکنید الان من سایت‌هایی رو پیدا کردم در کشورهای اسلامی که اینها اعتقاد دارن تمام حل مسائل امروزی ما در قرآن وجود داره، همش در قرآن هست. ماها باید بریم اون جواب ها رو پیدا کنیم. فکر نکنید این کار مسلمان هست، یهودی هم همین کار رو میکنن، مسیحی هم همین کار رو میکنن. بذارید یک گزارش مختصری بدم داره در دنیا چی میگذره. هندوها چند سال پیش اعلام کردن که گانش، اون آقایی که بدن انسان داره کله فیل، در یکی از روستاهای دورافتاده، همیشه این معجزات هم تو روستاهای دورافتاده میفته، در یک روستای دورافتاده زنده شده، مجسمه است، داریم صحبت میکنم در قرن 21 رفته شیر خورده و اعلام کرده برای اینکه هندوها نجات پیدا کنن باید از شر مسیحی ها و مسلمان ها خلاص شیم، بنابراین دستور به اتنیک کلینزینگ یعنی نسل کشی مسلمان ها و مسیحی ها داد و یه سری هندوی ارتدوکس دارن این رو دنبال میکنن. در دنیای مسیحیت به خصوص مسیحی های راست مثل این آقای پت رابرتسون که من همیشه از سخنرانیاش استفاده میکنم، مثلا اعتقاد داره سونامی میاد برای اینکه مردم خاور دور گناه انجام دادن، اینها اعتقاد دارن که ما باید هر چه زودتر تلاش کنیم که جنگ خاورمیانه در بگیره، بین مسلمان‌ها و یهودی‌ها جنگ در بگیره که ظهور حضرت مسیح رو تسریع بکنه که خود حضرت مسیح دخل همه یهودی‌ها رو بیاره. نهایتاً ایده راست مسیحی همینه. این در مورد مسیحیت. در مورد یهودیت، یک گروه ارتدوکسی در اسرائیل پیدا شدن به کمک یهودیان ارتدوکس در آمریکا، چون اونا علمی تر از بقیه گروه های مذهبی هستن، دارن تلاش میکنن به کمک مهندسی ژنتیک یک گوساله ماده قرمز رنگی رو به وجود بیارن، کلون بکنن به اصطلاح، که بر اساس فصل 19 سفر اعداد کتاب مقدس
وقتی یک گوساله ماده قرمز رنگ به وجود بیاد، اون موقع دلیلی است برای اینکه ما باید حتما معبد رو سوم رو بسازیم در بیت المقدس. و خود شما میدونید اگر این اتفاق بیفته چه بلوایی در خاورمیانه رو خواهد داد. همه اینا داره در قرن 21 اتفاق میفته. در پاکستان 2 سال پیش زلزله اومده و گفته شده که این زلزله، تعجب نکنم آقای احمدی نژاد هم اینو گفت، در زیر پای مؤمن هیچ وقت زمین نمیلرزه. بنابراین همه 50,000 نفر انسان بیگناه و یا با گناه ما که نمیدونیم در بم کشته شدن، اینها همشون غیر مؤمن بودن. در پاکستان در 2 سال پیش که زلزله اومده، مفتیای پاکستان اعلام کردند که این زلزله به خاطر گناهان مردمی بوده که در اونجا اتفاق افتاده. حالا درد بزرگتر چیه؟ چند نفر اینجا هستن که اسم جمکران رو نشنیدن؟ خیلی خوبه. جمکران خانم یه جاییست که میگن امام زمان قرار از جا بیاد، چون به خواب یک خانومی که اونجا بوده اومده و یا یه آقایی، فرق نمی کنه. و الان هم شده در واقع دیزنیلند ایران، الان اسمش هست جمکران. بعد میرن اونجا در چاهای مختلف عریضه میندازن. و جالبه که خود حضرت قراره از یه دونه چاه بیاد بیرون، ولی چاه زنونه مردونه درست کردن که عریضه های زنونه رو مردونه. اون وقت از اون بدتر درد بزرگ اون نیست به نظر من. درد بزرگ اینجاست که من میشناسم کسانی که متخصص قلب هستن، استاد دانشگاه هستن، آدم های تحصیل کرده هستن، مهندس هستن، سه‌شنبه ها میرن جمکران و عریضه میندازن تو این چاها. درد بزرگ اونه. اون چیزی که من میگم آینده ما در خطره اینه که داره ذهن نقاد از بین میره. داریم یک مش ربات تحصیل کرده به وجود میاریم که به هیچ وجه حاضر نیستن سوال کنن. و موقعی که به ذهن نقاد از بین میره. داریم یک مش ربات تحصیل کرده به وجود خب دوستان شنیدید آقای علی نیری رو به... اجازه بدیم من اینجا هم صدای ایشون رو بره. تموم شد. نظر شما چیه درباره این افرادی که بیشتر یه دونه کتاب رو خوندن و میگن این یه کتاب بهترینه و توی این کتاب پاسخ به همه سوالات دنیا هست؟ اون یهودیه میگه از 5000 سال پیش تا حالا هر پرسشی بوده این کتاب تورات پاسخ داده. مسیحی ها میگن از 2015 سال پیش هر سوالی بوده انجیل پاسخ داده. و مسلمان ها میگن از 1400 سال پیش، بهایی ها میگن از 150-160 سال پیش. و ایشون خیلی قشنگ گفت، گفت بیچارگی ما اینه که اون دکتر و استاد و اینا هم میرن و عریضه می نویسن و توی اون چاه جمکران می ندازن. من همونجور که بهتون گفتم حالا سعی می کنم که با آقای علی نیری هم یک مصاحبه داشته باشیم، ولی فصل تابستان هست و این دوستان اکثرا در سفر و نمیشه ازشون انتظاری داشت که به اصطلاح سفرشون رو کنسل کنن و بیان برای من و شما صحبت کنن. امروز صبح با آقای صحبت میکردم که قبلا ایشون تلویزیون داشت و خیلی هم گل کرد. یه دفعه تمام، نمیخوایم بگیم این مفتخورا، ولی فعالای سیاسی سر از اون تلویزیون درآوردن و این بنده خدا هم خیلی خوشحال شد که به عجب تلویزیونی زدم که اینها همه آمدن و اینجا برنامه میذارن. ما یه چند بار بهش نصیحت کردیم، گفتیم داداش اینا همه مفتخورن و دلیلی که الان آمدن آنجا برای اینه که بنده و دیگران اون مفتخور بودن رو گفتیم دیگه تموم شد. اینا شما رو به اصطلاح ساده گیر آوردن و دارن از شما سوء استفاده میکنن. در صورت ایشون گفت خب حالا چه کار کنم؟ گفتم خیلی ساده، همونجوری که اداره پست و تلگراف در ایران نوشت دیگه حرف مفت تموم شد و باید برای حرف زدنتون پول بدید. و دیدیم یادمونه تلگراف رو چجوری می نوشتن، نامه های 2-3 صفحه و چند صفحه‌ای تبدیل شد به 2 کلمه، من کاظم پول لازم، 4 کلمه، من کاظم پول لازم، باباشم از اون ور می نوشت من مریض کرم نریز. و اینجوریه همین هم این آقای دکتر، اون آقای مهندس، اینها اگر امروز ادعای این میکنه که توی ایران دموکراسی نیست، من میخوام برم دموکراسی را بندازم، ولی حاضر نیست
برای وقت شما، برای ساعاتی که قبل از اینکه با این مصاحبه کنی داری اونجا کار میکنی، تلویزیون آماده کنی، تصویر و دوربین و صدا و اینجوری و اینها، مبلغی خرج کنه، این یا مفتخوره یا باور داره که شما از یه جایی پول میگیری و به این نمیگی. خب اگه مفتخوره که میشناسیم همه مفتخورا رو، ولی اگر باور داره شما از یه جایی پول میگیرین و به این نمیگید، باید از خودتون بپرسید که خب این فکر میکنه من از کجا پول میگیرم؟ تنها جایی که میمونه و شایع است این وزارت اطلاعات آخوندا هست، CIA هست، این هست، اون هست. بعد حالا جواب شما اینجا داده میشه. اگر روشن فکر ما امروز فکر میکنه که شما توی تلویزیون یه اینترنتی که راه انداختید به بدبختی و با کمک سوربی تونستید 4 تا برنامه رو یاد بگیرید، اگه این فکر میکنه وزارت اطلاعات اون کشور و وزارت اطلاعات ایران میاد به شما پول میده، خب این روشن فکر رو شما باید بذاری لای جرز، لای دیوار و قشنگ روش کاگل و گچ و اینها بمالی. این روشن فکر همون بوده که به اینجا رسوندتمون، همون بوده که یک کتاب کارل مارکس رو نمیده، کارل مارکس رو اون یکی دیگه اینا رو خونده فکر کرد که بله بله اگه قرآن مشکلشو حل نکرد این کتاب مشکلشو حل میکنه، آمد و 30-40 سال همون مزخرفات رو به من و شما تحویل داد. در صورت من به این دوستم نصیحت کردم خیلی ساده به اینها همون مثالی رو که من میزنم شما براشون بزن، بگو ببین این تلویزیون یه ماشینه، حالا ممکنه مرسدس بنز و لیموزین و اینها نباشه، یه پیکانیه، یه فولکس واگونیه، من هم رانندشم، ولی خب بی انصاف، بی معرفت، بی شعور که شما اسم خودتو گذاشتی شاعر، فرهیخته، نمیدونم آوانگارد، شما حالا پول بنزینشو بده، میخوای شعورتو بیشتر نشون بدی اقلا یه کافی هم بخر وقتی میخوایم وایسیم بنزین بزنیم، بیشتر میخوای نشون بدی وسط راه وایسادیم نهار، یه نهارم بخر که این راننده فردا با یک نیروی انرژی با یک کمی هم از بنزینی که تو ماشینش مونده مال تو بره یه نفر دیگر رو باز به مقصدش برسونه. در اصل من نصیحت کردم و به قول معروف من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. خیلی هم ملال گرفتند و ملول شدند و به قول آمریکایی I don't care, I don't give a damn. اصلا برام مهم نیست که اینا چی فکر کردن. اجازه بدین تشکر کنم از دوستی که از کالیفرنیا این کارت بسیار زیبا و یک چک رو به مبلغ $200 فرستادن و برای من نوشتن که ببخشید دیر شد. ببینید دوستان شعور رو اینجا میگن، میگه ببخشید دیر شد، من چک هام تموم شده بود، مجبور شدم وایسم تا بانک برام چک پست کنه. وقتی که میگم بابا داریم بالاخره افرادی هم که تو جامعه هنوز هستن، داریم افرادی رو که مفتخور نیستن، داریم اون دکتری رو که میاد میگه من برنامه ها رو که نگاه میکنم یکی یکی یادداشت میکنم، برای هر برنامه برای شما پول میفرستم. خب بریم سراغ آقای آریان پور. نوشته که هموطن گرامی، متاسفم که مشاهده میکنم حتی ما در قرن 21 حقایق تاریخی را که در کشورمان رخ داده است به گونه دیگری که همراه با حقیقت نیست به اطلاع هموطنان کشورمان خاصه جوانان میرسانیم. چه اصراری داریم که بدون تحقیق و بررسی وقایعی یا بررسی واقعی وقایع را به گونه حماسه‌وار خود ساخته و به خورد مردم ناآگاه میرسانیم. با این عمل چه نتیجه ای را انتظار داریم که برای من حاصل گردد؟ در حقیقت رضا شاه مرتکب بزرگترین خطای خود گردید. او می توانست با اطلاعاتی که از گوشه و کنار درباره حمله قریب الوقوع روسیه و انگلیس به کشورش به دست او رسیده بود، برای ممانعت از حمله آن دو کشور پالایشگاه آبادان و تأسیسات نفتی را در خوزستان با اعزام نیروهای نظامی خود در اختیار گرفته و به انگلستان اخطار می نمود که در صورت تجاوز به ایران همه این تأسیسات را با خاک یکسان خواهد کرد. باید توجه نمود که بدون نفت و
بدون نفت تصفیه شده آبادان کلیه کشتی‌ها، هواپیماها و تانک‌ها و خودروهای حمل و نقل نیروهای نظامی انگلستان از حرکت باز می‌ایستادند و در نتیجه به آسانی آلمان در جنگ اروپا پیروز می‌گردید. این یک حقیقت است. چرا رضا شاه چنین کاری را انجام نداد؟ لطفاً به پیوست همراه به پیوست همراه نگاه کنید. بله، این دوستانی که آقای آریانپور، به نظر من وقت خودتون رو برای این دوستان ایران آزاد و پانیرانیست و اینها نذارید. اینا اصلا تعدادشون هم معلوم نیست، همینجوری از بیکاری فقط میشینن هی مینویسن و نامه پراکنی میکنن و اتفاقا وقتی شما بهشون پاسخ بدید خیلی خوشحال میشن. آقای امیروشنگ آریانپور از برادرشون هم یادی کردن، گفتن یادی از برادرمان دکتر امیر حسین آریانپور. و میدونید که آقای امیر حسین آریانپور دانشمندی بوده و در دانشگاه و اینها کتابهایی داشته و درس میداده و اینها، و ایشون گفته یادی از مرحوم آریانپور جامعه شناس نامی روزنامه اطلاعات 21 مرداد 1394. و باز هم بله، جامعه شناس، نه شکوفه‌ای نه برگی. دیر آزیتا خانم، بله، این نامه ها به اصطلاح برای هم نوشتن و قدردانی کردن و یاد اون امیر حسین آریانپور رو گرامی داشتن و در موردش صحبت کردن. اگر کسی مایل هست که اینها رو داشته باشه، حدود 11 صفحه است. من میتونم تا چهارشنبه اگر ایمیل ارسال کنید براتون بفرستم. در هر صورت روانشون شاد و یادشون گرامی باد. و اما شنیدید که میگه میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمونه. درست هم هست، چون ماه من روی زمینه، ماه گردون در آسمون. ولی اینجا نوشته میان شاه ما تا شاه ژاپن تفاوت از زمین تا آسمان است. چرا باید چنین تفاوتی باشد؟ اگر شما علت را می‌دانید با ما هم در میان بگذارید. دو مسافر، یک مقصد و دو سوغات. سوغات این دو مسافر برای کشورهایشان چه بود؟ اینجا عکس ناصرالدین شاه، شاه قاجار را گذاشته و اون طرف عکس میچی، امپراتور ژاپن. نوشته دو همسفر، ناصرالدین شاه و امپراتور ژاپن، سوغات این دو مسافر از سفر به اروپا برای کشورشان چه بود؟ تقارن جالبی است. ناصرالدین شاه ما و امپراتور میجی ژاپن در یک زمان به اروپا رفتند. اروپای پیشرفته و صنعتی، قرار بود این سفر نگرش تازه برای زمامداران دو کشور به وجود بیاورد. میجی از سفر که بازگشت، سه هیئت با سه مأموریت ویژه به اروپا فرستاد. یک گروه مسئول بررسی و کنکاش در نظام آموزش پرورش، پرورش چند کشور مثل بلژیک، هلند، آلمان و فرانسه. گروه دوم مسئول بررسی قانون اساسی این کشورها و نحوه اجرایی شدن آن شدند و گروه سوم هم مأموریت یافت تا صنایع جدیدی که در اروپا متداول شده بود را فرا گیرند. و به هر سه گروه البته مأموریت ویژه بررسی نظام حکومتداری کشورها نیز محول شد. اما رهاورد ناصرالدین شاه از سفر به اروپا سه دستور عجیب بود. او سالن نمایش آلبرت هال را در لندن دید و دستور داد با الگوبرداری از آن تکیه دولت را در تهران احداث کنند و در آن گروه‌های تعزیه هنر خود را به نمایش بگذارند. دستور دومش این بود که به رسم رقصنده‌های اروپایی، زنان حرمسرا دامن‌های چیندار بپوشند. و سومین دستور این که سرسره وارد کشور کنند تا او از بالا به آغوش زنان حرمسرا بیفتد. احتمالاً شما هم این تفاوت فکرشو شما هم از این تفاوت فکر شوکه شده اید و بی اختیار می خندید.
امپراتور میجی با تکیه به برگزارش‌های سئیعت در اولین قدم ژاپن را به 8 قسمت تقسیم کرد. در هر قسمت 200 مدرسه، 30 دبیرستان و 1 دانشگاه تأسیس کرد. و عجیب این که در همان سالها در ایران حسن رشدیه برای تأسیس مدرسه به فلاکت و بیچارگی دچار شده بود و مدارسش را تخریب می کردن و از ترس از شهری به شهر دیگر پناه می برد و نهایتاً با این تعقیب و گریزها موفق شد تا 15 مدرسه بسازد. جالب این که تفاوت‌های ژاپن و ایران همچنان ادامه دارد و ما همچنان شاهد هستیم. و اما آقای علی زرابی یک ایمیلی فرستادن، نوشتن که جاتون خالی، دیشب رفته بودیم عروسی مختلط. احتمالاً آقای علی زرابی نبوده، این ایمیل از ایران. دی جی بود، مشروب بود، رقص هم بود. یه پیرمردی از اون ته گفت آخه فلان فلان شده، فقط شاه اضافه بود. اینم جوکاییه که دیگه حالا تو ایران میگن. خب چه باید کرد؟ حالا شاه بود دوست عزیز که همه این ماجراها رو درست کرد. شاه بود که این آخوندها رو در دربارش، در مسافرتهاش، در همه جا به اصطلاح پرورش داد، بزرگ کرد تا به اینجا رسید. چرا نمیخواین قبول کنید؟ و اما شعار مرگ بر آمریکا از دیوارها پاک میشود. دوستان، من همون جوری که در برنامه‌های گذشته هم گفتم، فیسبوک مردم تیوی رو لطف کنید برید تماشا کنید و به دوستانتون هم اگر میتونید معرفی کنید. این شعار مرگ بر آمریکا از دیوارها پاک میشود نوشته که امروز فردا را میسازیم و این از فردا نیوزه. نمیدونم فردا نیوز متعلق به کی هست و کجا هست، چون انقدر این روزا نیوز و ویوز و میدیا داریم که دیگه نگه داشتن آمار و ارقام و اسم و به کجا وابسته هستن، از کجا پول در میارن کار حضرت فیله. سرویس سیاسی فردا در روزهای اخیر اتفاق جالب توجهی در سطح شهر تهران افتاده. پاک کردن شعارهای مرگ بر آمریکا از دیوارهای شهر است. البته صبح امروز این عملیات پاکسازی به دیوارهای سفارت سابق آمریکا لانه جاسوسی نیز رسید و شعارهای مرگ بر آمریکا از دور تا دور سفارت پاک شد. گفتنی است این شعارها در هفته‌های گذشته بر روی دیوار لانه جاسوسی و دیگر نقاط تهران نوشته شده و به اصطلاح مرگ بر آمریکای 2015 است. توی این عکس هم شما اگه نگاه کنید همینو نوشته مرگ بر آمریکا 2015، که یعنی کسی نگه این جدیده، یعنی اون کسی که این رو مینویسه میخواد بگه به من و شما که ایشون هنوز اون سماجت، یا بهتر بگیم در اون حماقت سال 1358 که سفارتی رو گرفتن و همه این ماجراها و بدبختی‌ها از اونجا به اصطلاح سرچشمه گرفته، هنوز ایشون در اون حماقت دست و پا میزنه و بهش افتخار هم میکنه. این هم از این ماجرا. خب و اما درباره آقای ناصر ملک مطیعی، هنرپیشه ایران، و آقای شجریان خواننده، شماها از من میپرسید چه خبر؟ منم تنها جوابی که دارم در بیخبری ای دوست، صد مرحله من پیشم. شما بیخبر از اونها، من بیخبر از خیشم. من خبر ندارم دوستان، برای که هنوز ما یه خبرنگار نداریم که در ایران وقتی که یه اتفاقی میفته اون خبر رو اگر مینویسه ما بتونیم بهش استناد کنیم. اون مینویسه، آقای زاکری مینویسه، نمیدونم فوت شد، بعد میگه حالا به دلیل اینکه دولت بده میان تظاهرات به دروغ میگن، میگن هنوز زنده است. شما ببینید زندانی ما آقای دکتر محمدعلی طاهری، یه روز میگن کشته شده، یه روز میگن زنده است، حکم اعدامش بریدن، یه روز میگن که اعتصاب قضا کرد. هنرپیشه ما عکسشو میندازن تو بیمارستانه، یه روز میگن حالش خوب شد، یه روز میگن مرده. خواننده ما آقای شجریان عکسشو میندازن توی بیمارستانه، طرف میگه او پس آقای شجریان هم به زودی از دنیا میره. بعد اون نفر بعدی میاد ویدیوی 7 سال پیش رو مال عمل جراحی کرده بوده در، یعنی
خودمون یه چیزمون میشه، خودمون قبول نمی کنیم که آقا من این خبر رو تا مطمئن نیستم پخش نکنم، میگیم بذم هم پخش کنیم، چرا حالا چهار نفر دیگه برن اونو ببینن، بذم بیان خبر منم ببینن. تازه از خودمون نمیپرسیم حالا چه تفاوتی داره. من برای آقای نیری نوشتم، من این رو یه ساعت پیش گذاشتم و تا حالا نزدیک به 100 نفر آمدن این ویدیو رو دیدن، در برنامه امروز هم نشون میدم. ایشون نوشته بود خیلی جالبه، نوشته بود ایرانی ها بعد از 8 سال این ویدیو رو تازه دارن برای هم میفرسن و بیش از 130 هزار نفر تا حالا دیدن، حالا نمیدونم فقط امروز یا فلان، ولی مهمیه که حالا 130 هزار نفر دیده باشن. چی میشه؟ آیا یه کسی میره دنبال این صحبت آقای علی نیری و میگه عجب حرف درستی زد، این کار من اشتباه بوده؟ چه اون مسلمونه بگه آقا فقط کتاب قرآن نیست که تمام مشکلات، چه اون یهودیه، چه اون مسیحیه، چه اون فرهیختگان ما، یکیش کتاب مارکس دستشه، یکیش کتاب کپیتالیسم دستشه، نمیدونم یکی فلان دستشه، کپیتالیسم دستشه، مدرنیته دستشه و همه الی آخر. همش من فکر کنم همین یه دونه کتاب تمام سوالا رو پاسخ میده. آیا این اتفاق میفته؟ اگه نمیفته چه فرقی میکنه که من بیام حالا خبر هنوز تایید نشده به مرگ آقای ملک مطیعی یا نمیدونم آقای شجریان یا خوب شدنشون از بیمارستان آمدن بیرونشون رو برای شما بنویسم؟ اینو شما اگه تونستید به خودتون بگید. اینم هیچ مرضی نیست جز مرض سوشال میدیا، این زمانی که مردم از هم قریب و بیگانه شدن و فکر میکنن از دریچه این کامپیوتر میتونن به بیرون یه راهی داشته باشن، یه همزبانی که اونم میبینیش همش دشمنی، همش این. یکی برای من نوشته بود این آقای امیر سلیمانی با شما چه دشمنی داره؟ گفتم از خودش سوال کن، چرا از من میپرسی؟ براش پیامش فرستادم، گفتم این آقا التماس میکنه که من بهش زنگ بزنم، من وقت ندارم آقا، زنگ نمیزنه. شما از خودش سوال کن، اون این کارو میکنه میخواد نظر شما رو جلب کنه، به نظر میرسه که نظر شما هم جلب شده. از این سوال کن آقا چه مرضی داری، کجات میسوزه، تا بلکه ببینیم کجاش میسوزه چه باید کرد. با سلام و خسته نباشید، نامه نوشته زیر نامه پدرم از زندان است که آخرین شرایط خود را توصیف میکند. با سپاس از حمایت همگی شما از پدرم، با مهر میترا. آره، سیامک مهر پور شجری، نویسنده وبلاگ گزارش به خاک ایران، شهریور 1394، زندان کرج، ندامتگاه. این رو دختر ایشون فرستاده و من از طریق آقای مهدی ذوالفقاری دارم میخونم برای شما. ولی من همیشه گفتم آقای مهدی ذوالفقاری عزیز، ما با پخش کردن این نامه هایی که از درون زندان میاد، ویدیوهایی که از درون زندان میاد، منیفست 94 صفحه‌ای یا 130 صفحه‌ای آقای اکبر گنجی که از زندان آمده بود، ما داریم چی کار میکنیم؟ داریم به دنیا میگیم ببین این زندانی ها چقدر راحتن، لباس سفید اتو کرده نشسته جلو دوربین، دوربینش از دوربینی که من تو استودیو دارم بهتره دیگه، شما کارت همینه دیگه، بلدی، چون پول دوربین تو خوردن یادمه اولا. ما داریم کمک اونا میکنیم، از این ور میگیم آقا نطق بکشی یا حرف بزنی، میزنن و میکشن و تجاوز میکنن و اعدام میکنن، از اون ور خودمون دانسته یا ندانسته میایم میگیم ببین چه مملکت آزادیه، این آقا برای خانم و دخترش نامه مینویسه، این دخترش هم نامه رو به دنیا پخش میکنه، دنیا میان باهاش مصاحبه میکنن، همینجوری بنده خدا رو دارن تبعید میکنن. مرا یاری کنید. چگونه آقای سیامک مه، شما که نویسنده وبلاگ هستید، من در آمریکا یا این بنده خدایی که صدای شما رو میشنوه تو ژاپن، تو چین، تو دبی، تو چگونه ما میتونیم شما رو یاری کنیم؟ بخونید. در تاریخ اول مهر ماه سال جاری، یعنی کمتر از یک ماه دیگر، دوران حبس من به اتهام فعالیت تبلیغی علیه رژیم جمهوری اسلامی به پایان میرسد که بلافاصله مرا محبوس در قل و زنجیر به شهرستان طبس برده و دور تبعید من آغاز میشود. حاکمان جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی این رژیم با تبعید من به شهرستان طبس که دهکوره دور افتاده ای است که در دل
داغ کویر مرکزی کشور واقع شده، آن هم برای مدت 2 سال، در حقیقت قصد جان مرا کرده. دوست نازنین، آقای سیامک مهر، پور شجری، نویسنده، تبس سالهای سال که مردم اونجا زندگی میکنن. قرار بود بعد از زلزله بزرگ تبس در زمان شاه اونجا بازسازی بشه. 37 سال حکومت جمهوری اسلامی اونجاست، انقدر ادعا میکنن ایرانو ساختن. حالا ما کاری به شاه و شیخ نداریم، کاری به شما داریم. ضمن این که من با هر گونه تبعید مخالفم، ولی وقتی شما رو تبعید میکنن به تبس، شما تازه داری میری اونجا که حالا روز مردم اونجا رو بفهمی که این بیچاره ها چه به اصطلاح معذوریاتی داشتن، چه محدودیت هایی داشتن. البته اون وقتا هم همینجور بود، طرف رو تبعید میکردن بندرعباس، خارگ، کجا دیگه، تو سیستان و بلوچستان یه جایی اینجوری، من یادمه داداش آیت الله مصباحی، حمید مصباحی با ما هم کلاس بود تو هنرستان، و این بیچاره هر از یه دو ماهی یه دو روز پیداش نمیشد، میگفت برادرمو دوباره از اینجا تبعید کردن اونجا. و این ماجرا، حالا اگه براتون بگم ممکنه شما باورتون نشه، همینجا این دوست ما آقای کامران عطابکی پسرش یه مشکلی پیدا کرد و رفت زندان. مردم میگن، نمیدونم، اینا یه روز از خود آقای عطابکی سوال میکنم، گفتن آقای عطابکی چون هی رفته به اینها پیله کرده و نمیدونم چه کارهایی کرده، شکایت رو شکایت فلان، این بچه رو فرستادن یه جای دوری که مثلا پدر مادرش 20 ساعت با رانندگی کنن تو برسن بهش. همینجا این اتفاقا میفته. ولی شما که میگی مرا یاری کنید، ما چه کار باید بکنیم؟ ما باید نامه بنویسیم به همینا و بخوایم که شما رو ببخشن؟ یعنی شما نویسنده وبلاگ نویس ما هنوز هم چشم امیدت به همین آخونداست؟ یا باید نامه بنویسیم به آقای نمیدونم یونایتد نیشن و اینها؟ من همه اینا رو میگم آقا، چون باور دارم خانمان نمیتونن اینقدر خرابکاری کنن. این نظم دنیا فعلا دست آقایونه که به این وامصیبت ها افتاده. براتون میخونم، میگه حاکمان و اینها منو دارن میفرسن، آن هم برای مدت 2 سال، در حقیقت قصد جان مرا کردن. آنها به خوبی آگاهند که من سکته زده هستم و از نارسایی های قلبی به طور جدی رنج میبرم و بیماری های دیابت حاد، بیماری قند، و بیماری های مجاری ادرار سنگ کلیه و ورم غده پروستات مجموعا جان مرا هر لحظه در معرض خطر مرگ قرار داده است. و نیز به دلیل اینکه برای رهبران رژیم اسلامی ممکن نیست تا مرا اعدام کنند، از چی میترسن اونا که شما را اعدام کنند؟ این همه را اعدام کردن، من و دیگران بیچاره چه کردیم؟ هیچی. بدبختی اینجاست که شما میری اونجا با این همه امراض و گرما و نمیدونم وضع بد و بغل کبیر بودن، یه خطری هم خانوادتون رو داره تهدید میکنه، همون خطری که مادر و عروس، مادر و همسر یکی از این زندانیا در حال مسافرت به اونجا یا در حال برگشتن از اونجا کشته شدن. یعنی هرچی که اینها شما رو دورتر میبرن، خطر این تصادفات و اتفاقات بد و ناگوار بیشتر میشه. ولی هنوز من نمیفهمم که ما چه باید انجام بدیم. و کسی هست به من بگه آقای مهدی ذوالفقاری، شما میدونید ما باید چیکار کنیم؟ پتیشنی هست باید امضا کنیم؟ این همه پتیشن امضا کردیم، به کجا رسیدیم؟ یه پتیشن به من نشون بدید که امضا کردید فلان زندانی آزاد شد. همین الان امروز خبر حکم جیسون رضاییان رو باز گذاشتم روی صفحه مردم تیوی، گفتم من اینجا با خبرها شما رو خبر باران نمی کنم، چند تا خبر رو که به نظرم جالبه میذارم، شما میتونید پیگیر خبرها باشید. وبسایت های خیلی خوبی هست از بی بی سی و وایس آف، این روزا بهتون گفتم، اونی که میگه تلویزیون روزنامه است، اونی که میگه روزنامه است رادیوه، اونی که میگه رادیو هم روزنامه است هم تلویزیونه، همه خلاصه شیر تو شیری شده که نگو و نپرس. بله ممکن است تا مرا اعدام کنند و یا با ترور به قتل برسانند و همچنین بسیار پرهزینه خواهند بود. یالا نگران هزینه‌ای که آخوندا میدن،
انگار که آخونده از جیب خودشون یا مثلا دستبند طلای خانمش در میاره، میگه بده من میخوام اینو بفروشم برم آقای سیامک مهر رو بکشم. این نویسنده ماست آقای ذوالفقاری، این فعال سیاسی ما که این همه مرض و درد برای خودش خریده، این همه مشکل برای خانوادهش درست کرده، تازه حالا به اون نتیجه رسیده که اینو نمیکشن چون خرجش زیاد میشه. اینجا میدونید من هفته پیش بود چهارشنبه یک سیاه‌پوست گی رفت دو نفر از همکارای قدیمیشو کشت. وقتی که فهمیدم بعدش خودش رو هم زده کشته، گفتم اقلن باز صد رحمت به غیرتش، چی میگن، به شرفش که خودش کشت و مردم حالا دیگه نباید سالهای سال مخارج محاکمه و فرجام خواهی و دادگاه و بعدم تازه چون تو ویرجینیا حکم اعدام داریم، اگه حکم اعدامش بدن شما فکر میکنی هم فردا یه جرثقیل کرایه میکنه مثل ایران بیاره بکشتش بالا؟ 30 سال طول میکشه تا حکم اعدام اجرا کنن و به یک کارمند جوان، یه بچه‌ای که بچه شما 16 سال 20 سال رفته درس خونده، 200,000 دلار 300,000 دلار بدهکاری داره، وقتی میره سر کار حقوق بهش میدن سالیانه ماکسیموم 45,000 دلار تا 60,000 دلار و همه مخارجش به عهده خودش، مالیات هم 40% 30% باید از این 60,000 دلار بده، ولی من و شما ما سالی 60,000 دلار برای هر زندانی داریم خرج میکنیم. اگه تونستید شما این معماها رو حل کنید، اون وقت من براتون معمای تمام این زندانی های سیاسی رو حل میکنم. آقا دمتو به این آسونی دم تله نده. حالا میگیم اگه من دم دارم، اگه دم نداشتید که اینجوری اینا دمتون رو نمیگرفتن. یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار. بله، میبینیم که رهبران کینه‌توز جمهوری اسلامی در عوض اینکه به درمان واقعی بیماری های من اقدام کنن، آقا زندان بیمارستان که نیست، بیمارستان های ایران آقای هادی خورسندی مینسه با فرغون مردم رو میبرن. شما رفتی زندان توقع داری اینا درمانت کنن؟ دوستان اینها نویسنده های ما هستن، اینها شما نشستید امیدتون به اینهاست. بنده خدا آقای ذوالفقاری هم ایمیل میفرسه، خب خانم میترا خانم از بابات سوال کن، بگو بابا جون میخوای تو چه کار کنی؟ تو اولی که رفتی میدونستی که اینها چه بدذاتن یا نه؟ میدونستی که میگیرنت یا فکر کردی از اونای دیگه باهوشتری؟ اگر باهوشتر بودی چرا امروز اینجوری شدی؟ ولی تا اینو بگی بد میشی، به قول شیرازی ها بدون عالمی. نمیدونم چرا میگن بدون عالم، یعنی بدترین هستی در عالم. این دوستمون پتروس نوشته بود کلمات ایرانی همش یک ریشه ای داره، مثلا کلمه بیابان، حالا که داریم راجع به تبس صحبت میکنیم، حقیقتا بیابان هست، بیابان یعنی جایی که آب ندارن، بیابان، بیابان بنویسید، کسی که جایی که آب پیدا نمیشه، بیابان. اینم از این ماجرا. حالا بدون عالم میشیم بگین چی؟ خب کسی اگه میخواد در این مورد صحبت کنه مهمون من باشید 10 دقیقه ماکسیموم 15 دقیقه مهمون، بله یک بار مهمون ما باشید، دو بار، سه بار، 10 بار خواستید بیاین. این آقای، این خانم جادجودی میگه، میگه مهمون مثل ماهیه، اگه 3 روز بیشتر بمونه بو میگیره. جونوریه این خانم جادجودی. بله، میبینین که رهبران کینه توز فلان بیماری های ایشان را اقدام نمی کنند، در صددن شرایط زندگی مرا هرچه بیشتر نامناسب و فاجعه بار کرده و با تبعید و فشار و تضییق حقوق و آزادی ها عرصه را بر من تنگ نموده و رفته رفته مرا از پای در آورده و نابود کنند. از این رو، حالا از اینجا لابد از من و شما میخواد، از این رو از هممیهنانم، از فعالان حقوق مدنی، از فعالان حقوق بشر، از حقوقدانان و سایر تلاشگران حوزه‌های اجتماعی و سیاسی تقاضا دارم که با هشدار نسبت به مخاطراتی که جان مرا تهدید می‌کند و با دفاع از حقوق من به عنوان یک وبلاگ نویس و مدافع آزادی بیان و یا با استمداد از افکار عمومی اجازه ندهند تا حاکمان رژیم اسلامی به طور خودسرانه و یا بی‌اعتنایی به پرینسیپ‌های این نویسنده ما هست. کلمات رو نگاه کنید، پرینسیپ ها، نمیدونم اونا، اینا نمیتونن یه مترا دیابت در جامعه
پرنسیپ های جامعه جهانی، ارزش های جامعه جهانی یکی از منتقدان خود و یکی از معترضان به شرایط اسفبار حاکم بر جامعه ایران را در بیخبری همگان و در سکوت از میان برداشته و حذف کنند. سیامک مهر توی پرانتز پورشجری، نویسنده وبلاگ گزارش به خاک ایران، شهریور 1394، زندان کرج، ندامتگاه. همون بهتر بود شما به خاک ایران گزارش میدادی، چون مردم ایران که تالا کاری نکردن. مگه ستار بهشتی هم یه وبلاگ نویس مثل شما نبود؟ مگه نکشتنش؟ مگه توی همون تهران خوش آب و عوام نکشتن ربات کریم دیگه ها؟ مگه نکشتنش؟ چی شد عزیز برادر؟ حالا چشم، من اگر آقای خامنه‌ای امشب زنگ زد گفت ما میخوام اینو اذیت کنیم و اینها، بهش میگم تو رو خدا نکن. اونم چون آدم بسیار خوبیه حرف منو گوش میده. شما جور دیگه ای فکر میکنید درباره این ایمیل؟ بیاین رو خط نظر بدید، ایمیل بفرستید، ببینیم شما چگونه فکر میکنید. کودتای 28 مرداد با صرف پول بیگانه و کمک ده‌ها نفر از خائنین ایرانی به ثمر رسید. کتاب کودتا به قلم پاروند آبرامیان در این مورد بحث نموده است. نظر دوستان را به خلاصه آن جلب میکنه. این بنده خدا آبراهامیان هم فکر کنم اسمش با اون هومر آبراهامیان بد شده. در هر صورت ایشون نوشته که من این کتاب به شما نشون میدم. قرار ما این هست هر کسی کتابی برای ما میفرسه ما پروموت کنیم یا نشون بدیم، ولی حالا که دیگه کتاب ها بیشتر همه رو اینترنت رفته و اینها، ما هم باز هم همین کار رو انجام میدیم. پنجشنبه 30 مرداد به بهانه 61مین سالگرد کودتای 28 مرداد 1332، قربان میشه 62مین، میشه 62مین، 32 94 مرداد. به یقین میتوان گفت که کودتای 28 مرداد 1332 نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود، نقطه عطفی که توسط سیاسی و اقتصادی ایران را که توسعه سیاسی و اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار داد و نقطه بازگشت تباهی و ارتجاع را بارور ساخت. علاوه بر این انقلاب 57 و تولد اسلام سیاسی در قامت دولت جمهوری اسلامی و رشد بنیادگرایی فرزند خلف کودتای 1332 بود. آقای مهدی شمشیری، برای من ننویس شما با من مخالفی، من نمیام باهات مصاحبه کنم. شما اگر عرضه وجود، دانش، منطق داشته باشی میری با مخالفین. شما که نمیری سر کلاس بچه‌هایی که دیپلم هستن درس اول رو یاد بدی، شما میری چیزایی رو که بلد نیستن حرف میزنی، اونها به مغزشون میگن این درست میگه یا نه، میرن دنبالش. تا امروز شما 37 سال رفتی نشستی آقای بهکام و دو سه تا پیرزنی که تو خونه نشسته بودن کار نداشتن هی آمدن بهت گفتن به به چه چه، به به چه چه، حالا برعکس خانما دنس، نمیدونم آقایون رقص، خانما برعکس کف. به کجا رسیدید شما؟ هیچ جا. شما بیاین با 4 نفر که مخالف شما هستن صحبت کنین، همون کاری که آقای دکتر احمدی داره انجام میده. آقای دکتر احمدی میره تو برنامه آقای مینویی میگه آقای مینویی این تقویم خرابه، این سال 2574 شما مگه نمیگی کوروش؟ کوروش که از زیر زمین در نیومد، کوروش پدر بزرگش هم شاه بود. پس پدر هخامنشی، اگه تاریخشو میخواین از شروع هخامنشی، چرا از تاریخ پدر بزرگش نمینویسید؟ بعد آقای مینویی متاسفانه میگه آقا حالا شما اومدی اینجا کوروش خراب کنی. خب آقا شما که اینجوری میگی، من با اون خانم شیروندی بود کی بود زنگ میزنم میگم این تاریخ غلطه، میگی میدونیم ولی حالا گفتیم یه چیزی داشته باشیم. شما اگه خوراک نداری، اگه یه خوراکی مسمومه، آیا این خوراک رو میبری به بچهات بدی بگی حالا چون نهار نداشتیم گفتیم فعلا این خوراک مسموم رو بخورن یا این آشغال رو بخورن تا بعدن یه چیزی پیدا بشه؟ گشنه باشه بهتر از اینه که شما خوراک مسموم بهش بدی. این بدبختیه. اونم آقای مهدی شمشیری، طرف نوشته استاد یا خودش نوشته کدبان مهدی شمشیری. میگم آقا شما برای من بنویس ببینم که کدبان یعنی چی.
بعد کسی به خودش نمیگه. حالا البته من یادم وقتی رفتیم آلمان میدیدم که یاد ما دادن تو کلاس و اینها، تلفنی که برمیداری بگو مثلا هرزوربی، یعنی آقای سوربی اینجاست. اون وقت هم اینجا ها میگفتن. اینم یه نفر بیاد توضیح بده، آیا خود طرف باید توی نامش بنویسه یا توی فیسبوکش یا توی چیش بنویسه، نمیدونم. خب I didn't contact this. بله مرسی. اوکی. این از این، این از این. مهوش قابوسی، بله خانم مهوش قابوسی هم مثل که ریلتور هستن و به اصطلاح ما نمیدونم چجوری جز به لیستشون رفتیم. همینجوری که خب خیلی از دوستان از من گله کردن که بعضی وقتا ما اشتباهاً به جای BCC Blind Copy برداشتیم CC فرستادیم و ایمیل اینها دست افرادی مثل اون آقای آرمن ساگینیان، مثل آقای هومر آبرامیان اینها افتاد و اینها خیلی خوشحال که واه حالا 3000 تا ایمیل افتاده دستمون، ما همه جا میریم نشون میدیم که ما اینقدر به اصطلاح بیننده و طرفدار داریم. ولی هنوز که هنوز هیچ کدومشون یه سیستم ایمیلی ندارن که بتونن برای 100 نفر ایمیل بفرستن. این هم از این ماجرا. بله ببینیم که چه میشود. این مرگ بر آمریکا و پاک کردنش رو گفتیم. من خیلی خوشحالم که دارن این کار رو انجام میدن، اقلا نشون میده که همه دستن در کاران دولت احمق نیستن، دوگم نیستن، کل خوش نیستن. یه سریشون هستن که میگن بابا این همه ما به این کارای الکی پرداختیم، ملت رو بدبخت کردیم، ملت رو ورشکسته کردیم، بذارید استاب کنیم این کار رو، تو توقف بدیم و ببینیم چه میشود. ولایتی شرح میدهد که بحران جاری در سوریه مثل جنگ جهانی در اشلی کوچکتر میباشد و اضافه میکند که اقدام شیطانی دخالت در سوریه در تاریخ عصر جدید بی سابقه است. این رو هم دوستی برای ما فرستادن از کانادا، اگر مقاله‌ای در این باره نوشتید به ما خبر بدید. و توی ویدیوهایی که امروز بهتون نشون میدم یک ویولون زنی هم در خیابانهای تهران ویولون میزنه که من امیدوارم این کارا هرچی بیشتر و بیشتر بشه، یکی گیتار بزنه، یکی آکاردون بزنه، یکی ویولون بزنه، تا مردم هم از این شعارهای مرگ بر آمریکا و از این چیزهای افتضاح، عکس این عکس اون، نمیدونم خواهرم حجابت را رعایت کن فلان، مردک تو چشماتو ببند، تو رو تو بکن اون و دست بردارن و بیشتر به این موزیک و موسیقی و چیزایی که آدم رو از لحاظ روحی و روانی مقداری آرامش و آسایش میده رو ببرن. دست خیلی ممنون دوست عزیزی که این رو از کانادا فرستادید. این رو هم من توی ویدیوهای امروز گذاشتم و بهتون نشون میدم. و اما یه ویدیویی رو من گذاشتم روی فیسبوک که این رو خانم شایسته الهامی فرستادن و درباره چگونه به وجود آمدن آیسیس یا همون داعش هست، داعش دولت اسلامی عراق و شام یا اینا میگن آیسل. این رو میدونید آقای ران پال دکتر این مملکته و یکی از اونایی که سالهای سال تو کار سیاست بوده، ولی به دلیل اینکه نمیخواد پول از این اون بگیره معمولا به جایی نمیرسه. ایشون یک مقاله ای رو، یک مقاله نه یک ویدیویی رو به اصطلاح صحبت کرده، ولی چون روی یوتیوب هست من نمیتونم تو برنامه‌م نشون بدم، شاید بعد از برنامه پخش کنم، ولی خودتون برید روی فیسبوک، روی فیسبوک گذاشتم که با اون خبرنگاره میگه که آیسیس رو آمریکا درست کرده و این رو خانم هیلری کلینتون هم گفت. جالب اینه هیلری کلینتون از حزب دموکرات جمهوری‌خواها، ببخشید دموکرات‌ها است، و ران پال از حزب جمهوری خواهان، یعنی هر دو حزب آمریکا الان میدونن که خودشون این آیسیس رو درست کردن و به جون ملت انداختن. یک کاریکاتور خیلی قشنگی رو یکی از دوستان برای من فرستاد، متاسفانه گمش کردم. کاریکاتور اینجوری بود که آیسیس یک زندانی رو
یه نفر رو گرفته با این لباسای نارنجی میخواد سرشو ببره، این فرار میکنه و میاد خودشو به آب و دریا میزنه و شنا میکنه و میرسه به اروپا. البته پرچم آلمان کشیده اونجا. اروپا وقتی میاد آلمانیا تازه میگیرنش با اسلحه و میدونید الان وضع پناهنده ها توی اروپا خیلی بده، با چوب و چماق میزنن اینها رو و امیدوارم که به اصطلاح وضعشون بهتر بشه. و اما ماجرای ویندوز 10 همچنان ادامه داره. دوستان اگر آپدیت نکردید، آپگرید نکردید، این کار رو انجام ندید، چون مشکلاتتون خیلی زیاد میشه، مخصوصا اگه کامپیوتراتون قدیمی تر باشه. ما کامپیوتر جدید نو گرفتیم که 8.1 داشته، روشم رو قوطیشم نوشته بود ویندوز 10 هم باهاش میاد. تا اومدیم خونه گفت بزنید و وصل کنید و یه دو سه روز مقاومت کردیم، گفتیم بابا نمیخوان. بعد دیگه بالاخره از بس هی پاپ اپ کرد ما مجبور شدیم بزنیم نگاه کنیم. دو ساعت نیم سه ساعت وقتمون رو گرفت. از اون روز تا حالا مشکلات ما چند برابر شده. جالب اینه که یه پروگرامی بود که مال ویندوز بود، اسمش بود Fix My PC. این ویندوز این رو فروخته به یه نفر یا یه شرکتی واز کرده که حالا اسم اون هست تویک نمیدونم، و کامپیوتر نو رو شما بگیرید برید بزنید Fix My PC. این پی سی واقعا هم مثل کلمه پی سی که اینا میگن، مثل کلمه پی سی که تو ایران میگفت طرف به پی سی افتاده، اینجا هم پی سی که میگن کلمه بعدی. بزنید ببینید براتون مینیسه مثلا 700 تا اشکال داره. یکی به اینها بگه فلان فلان شده، آقای بیل گیت، آقای نمیدونم بست بای، آقای فلان، این کامپیوتری که من از فروشگاه گرفتم آوردم اینجا هنوز اسمم رو ننوشتم، چگونه امکان داره که 700-690 تا استابیلیتی ایشوز. استابیلیتی یعنی چیزای اساسی، استیبل یعنی یه چیز بنیادی، 690 تا مشکل داره. بعدم چی میگه؟ میگه حالا به ما پول بده برات درستش کن. ویلکام تو امریکا، ویلکام تو های تک ایرا. خب اینم انتخابات. انتخابات امریکا هم یک سال دیگه است. از حالا هی 5 دلار 10 دلار تو رو خدا جمع کنیم بگیریم یعنی این گداهای در پستخونه نه در ایستگاه های قطار و اینها. بذارید من یه عکسی رو که پتروس از گلندل فرستاده و عکس یه پیکانی هست که یکی از ایران آورده و اگه اشتباه نکنم همین پیکانه نبوده که ماز جبرانی هم باهاش فیلم گرفته، توی فیلم جیمی وست بود. میدونید که این پیکانه که دو تا چراغ داشت و اینها پیکان جوانان بود، موتورش بزرگتر بود و یک کمی قوی تر بود و اینها توش خوشگلتر بود و یک کمی هم گرونتر بود. در هر صورت این عکس رو پتروس از گلندل فرستاده و پتروس هم به من گفته آقا این آگهی ما توش نوشته 32 این 23 بوده، حالا شده 25 شما میخونی 32. چشم، ولی قرار شد شما یه عکسی بفرستی که من اون رو درست کنم. نفرستادی دیگه، خیلی مشغولی داری پول در میاری. خب بله، ابتدا پورپارسای مورد را به اشکلاب بگذارید. سخنگوی سازمان اوقاف و امامزاده ها اعلام کرد که تو سال 93 فقط از حرم امامزاده مبلغ 64 هزار میلیارد تومان پول خارج شده است. به قول همین آقای آریان پور که نوشته من شک دارم که این ارقام درست باشن، چون 150 هزار بیلیون تومان را اگر تقسیم بر 4500 تومان کنیم برابر می شود با 33 بیلیون دلار. دلار 4500 تومان نیست. بله این متاسفانه میگم درست همون آقای آریان پور همون چیزی که من گفتم، وقتی که ما نداریم افرادی که بشه بهشون اطمینان کرد، خبرهایی که ازشون میاد خبرهای موثقی باشه، این میشه که هی به نشر و چیز دروغ به اصطلاح پروموت کردن خبرهای دروغ میپردازیم، بعدش به یه جایی میرسیم که اگر یک حرف راست هم بزنیم مثل چوپان دروغگو هیچ کس ما رو باور نمیکنه. بریم این دوتا آگهی رو ببینیم. ضمناً توی این آگهی اگه من میگم چقدر میگم 35 سال، چقدر 20 32 سال، آقای پتروس میگه درستش 25 ساله.
اون آگهی 23 نوشته بوده، شما با این چشمای ضعیفت خوندی 32 و از این بابت عذر میخوام. ولی من فکر کنم کسی که 25 سال در آمریکا این کارو انجام داده هیچ اشکال نداره بگیم 32 سال تجربه، ولی چون ایشون گفته ما هم به این صورت تصحیح کردیم. این دوتا آگهی رو ببینیم و برگردیم. مرسی. سی و دو سال سابقه کار در آمریکا، لایسنس، باند، بیمه، کهن خانه خیش پیراستن به از خانه اجاره‌ای نشستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمان، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی صحبت می کند. ساعت کار 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب پتروس در خدمت شماست. شماره تلفن 818-209-6052. ایشون نوشته که عضو 08 ایرانیان هست. ضمناً از پذیرش و انجام کار در بیورلی هیلز معذوریم. دفتر حقوقی لطیف زمانی، کارهای حقوقی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید. لطیف زمانی بهترین مشاور و همراه شما. ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری طبق قوانین و مقررات انگلستان. پذیرش نمایندگی برای شرکت ها و مؤسسات تجاری از هر نقطه جهان. اخذ ویزای دانشجویی، تنظیم قراردادهای تجاری، رفع مشکلات اعتباری، دریافت ویزای سرمایه‌گذاری و تجاری، تهیه و ارسال اقلام مورد نیاز شرکت ها و مؤسسات تجاری طبق مقررات انگلستان. موبایل 0-79-58-21-19-11. لطیف زمانی غیر ممکن را ممکن می سازد. خب دوستان عزیز، ممنون که تا این لحظه با ما بودید. لطف کنید تلویزیون مردم، وبسایت مردم تیوی، صفحه عجب مکافاتی داریم ما، صفحه فیسبوک مردم تیوی. اولا چقدر خوشحال بودیم، به به، وسیله جور شد که با 10 نفر دیگه در تماس باشیم. حالا میبینیم همش کار کار کار، توییتره، نمیدونم. باور کنید دیگه اصلا من بعضی وقتا نمیدونم با کی کجا چی دارم میگم. از این ور اسکایپ صحبت میکنم، برمیگردم 2 نفر پیغام گذاشتن، پیغام با اینا صحبت میکنم، برمیگردم میبینم یکی رو توییتر برام مسیج فرستاده، یکی رو فیسبوک برام عکس فرستاده. نمیدونم، ممکنه ما هم به زودی دیوانه بشیم و همه اینها رو خاموش کنیم و بریم دنبال کار و زندگیمون. باز هم من به شما میگم که درباره آقای ملک مطیع و شجریان شایعاتی رو من دیدم و نوشتن اینها، به دلیل اینکه نمیخوام این شایعات رو هم من در پخشش سهیم باشم، همون چیزی رو که میدونم خبر موثقی من ندارم. و امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن اجلالی کارشناس ارشد با ما خواهند بود. ایشون 60 سال هست که در آمریکا زندگی میکنن و هنوز باور دارن که حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی مرد به اصطلاح ایران رو مستقل کرده و حکومت آقای احمدی نژاد و الانم دولت آقای احمدی نژاد و الانم دولت آقای روحانی، اینها نماینده مردم هستند. من هفته پیش از ایشون سوال کردم، وقتی که خودشون اون ویدیو رو نشون دادن و گفتن که در زمان خمینی هم این ارتباطات
به اصطلاح پشت پرده با آمریکا بوده، من بهشون گفتم خب پس آقای خمینی هم اینجوری که میگفت من سیاست مدار نیستم و من یه مرد خدا هستم نبود، ایشون هم دروغ کم نگفت، سیاست بازی کم نیاورد. ولی آقای اجلالی جواب نداد. وقتی هم آمد اینجا دیویدی رو ببره بهش گفتم آقای اجلالی دیگه قرار نشد جواب خود ما رو ندی. گفت من متوجه نشدم که شما چی گفتی، چون صدا پیچش داشت و پژواک داشت و اینها، در هر صورت از نظر من قابل قبول نیست، چون اگه شما متوجه نشدید باید میگفتید که برای من بنویس پرسشت رو، یا هفته دیگه قبل از برنامه پرسش رو بگو. حالا شاید هم این کاری کردم، شاید امروز تو برنامه پرسیدم. ضمن اینکه امروز یه ویدیوی 9 دقیقه‌ای هم در برنامه آقای اجلالی از من خواستن که پخش کنم، توی این ویدیو هم درباره رابطه سران جنبش سبز با آمریکا و کشورهای دیگه صحبت میکنه، ولی به نظر من یک ادعای بیخودی است، چون اگر این ادعا کلمه هوده و بیهوده میدونه دیگه، اگه این ادعا ادعای درستی بود و اونها خواسته بودن یه همچین جنبش و شورشی رو راه بندازن، خب آقای اجلالی دوستانه دیگه، خب بعدم دنبالش رو می آوردن دیگه. دیگه اگر گفته بودن که حالا میخوایم بریم آخونده رو کله پا کنیم، وقتی این همه آدم اومدن تو خیابون دنبالش رو می آوردن. نمیدونم، من چون نمیدونم ماجرا چی بوده نمیتونم من دربارش صحبت کنم یا تفسیر کنم. اینم اگه خواستیم باز سب میکنیم از چیز به اصطلاح سب میکنیم از اونایی که واردن در امور جهانی و دنیا. البته ناگفته نماند این روزها انقدر دنیا شیر تو شیر و شلوغ شده که هیچ کسی نمیدونه که کجا به کجاست، نقل کجاست. بله، میگه که پتروس does not want to work in Beverly Hills because they are cheap and try not to pay him. Go figure out. علی بابا. علی بابا چهل دزدت کجاست؟ کاملا درست میگی. میگه که اونهایی که پولدارترن خسیسترن، مرغی که چاقتره، تخم مرغ کوچکتری میذاره. همین پتروس خودش توی یه چیزی نوشته بود که از تنگی چشم فیل دانستم آنان که غنی‌ترن محتاج‌ترن. بعد یه جایی دیگه هم باز نوشته بود که خیلی علاقه به شعر و این چیزا داره، نوشته بود که شمع جمع محفل شاهان شدن لطفی ندارد، یا ای خوشان کس که روشن میکند محفل به اصطلاح افراد فقیر. دستان ممنونم این آقای علی بابا، بگید که از کجا و چگونه برنامه های ما رو میبینید، از چه طریقی. خب بریم سراغ یکی از دوستان میگه آقا این جی الویز هر کانالش میزنیم یا کار نمیکنه یا نوشته که سیگنال ندارن. گفتم خب از خودشون سوال کنید، چرا از من میپرسید؟ شما فکر کنید من برای جیلویز کار میکنم؟ از خودشون میپرسید. اطلاعیه در مورد پناهندگان را ملاحظه فرمایید. با احترام طوفان. بحران پناهندگی بحران امپریالیسم است. صفحه حزب کار ایران طوفان در شبکه جهانی اینترنت. اینها هم برای من هی ایمیل میفرستن، من میگم بابا این ویدیو رو دیدم، این نامه رو خوندم، این 19 صفحه خبر رو خوندم، ولی جایی شما به مردم نگفتید چه کار کن. اگه شما دنبال حکومتی هستید مثل روسیه قدیم و مثل شوروی، ببخشید اتحاد جماهیر شوروی، که خب بعد از 70 سال به بنبست رسیدن، اگر میگید نه اونا خوب اجرا نکردن، یه جای دیگه که خوب اجرا کردن به ما نشون بدید. اگرم تا حالا جای اجرا نشده و شما میخواین اولینش باشید، اونم من مثل ویندوز 10 پیشنهاد میکنم به مردم که دنبالتون نیاد، بذارن شما اشکالاتون اشتباهاتون برطرف بشه، انشالله 100 سال دیگه بیان دنبال شما. بله این دوستمون همین نوشته، نوشته که باور ندارید بفرمایید راننده بیابان از کجا آمده، چون بیشتر ایران بیاب بوده بهش میگفتن بیابان، بیابان از آنجا سرچش میگرفت. خب یه دوستی برای من یک صفحه رو نوشت و من به ایشون
ایمیل جواب دادم که این نامه‌ای که شما نوشتید خیلی قشنگه، چیزی که هست به هم ریخته شده، اگه شما لطف کنید این رو به صورت پیام روی پیامگیر ما بذارید که من با صدای خودتون، با عکس خودتون، با ایمیل خودتون برای مردم پخش کنم، یا این رو وقتی می نویسید ازش عکس بگیرید، عکسش رو بفرستید، چون دیگه توی عکس به هم خورده نمیشه، ریخته نمیشه. این خیلی هم جالب، مثل یک پدر به آقای رضا پهلوی نصیحت کرده، حتی یه جایش میگه که اگر فردای روزگار که به سلامتی دخترهای شما بخواهند ازدواج کنند و همسرانشان از آنها سوال نمایند که پدر شما چه کاره است، چه میکند، چه کرده، آن طفلان معصوم چه جوابی باید بدهند. من به ایشون میگم شما اصلا نگران نباش، تو جامعه ما اینقدر آدم فرصت طلب و سوء استفاده چی هست، مثل همون پدر یاسمین، کیه آقای نمیدونم فامیلش هم الان یادم رفته، سامتین امینی و اینها، که به خاطر اسم و رسم و اینها حاضرن بیان شوهر دختر این بشن و فلان. ضمناً تو آمریکا تا اونجایی که من میدونم، تا زمانی که این بچه ها میرن با هم دوست میشن و حتی تا موقعی که نامزدی میکنن و یا قبلش به پدر و مادر ها هم دیگر معرفی میکنن، هیچ کدومشون از یکی دیگه نمیپرسه که بابا چی کار میکنه، مادر چی کار میکنه، چون اینها حقیقتاً کاری ندارن که بخواد بگه اوکی من برم بشم داماد سرخونه این که پول زیادی داره. حالا توی کیس یا توی وضعیت آقای رضا پهلوی ممکنه به خاطر پولهای باد آوردهی که اینها دارن و آوردن یک کسای اونجوری پیدا بشن، ولی سوال خوبی است. شما نوشتی که چی بگن؟ آیا بگن که پدر ما منتظر سلطان شدنه یا رئیس جمهور؟ پدر ما شاه بوده و مادر شهبانو، یا بگویند ایشان کاری ندارند و بیکارند؟ آقای پهلوی مگر در آمریکا کار کم است که شما در هوای گوشت کفتر پالالین بیکاری میگردید، یل یلی میخوانید و بیکار میگردید؟ برادر جان عمری از شما گذشته، جوان 20 ساله که نیستید. والا همون جوان 20 سالم، اینا از 14-15 سالگی شروع میکنن کار کردن. تو بعضی نیبرودا رد میشی شما میبینی طرف 10 سالشه، لیمونید یعنی شربت آب لیمو درست کرده گذاشته کنار خیابون میفروشه، بعد شروع میکنن تو مکدونالد این ورور کار کردن. جاهایی مثل مکدونالد اینا هم هست که مینیمم سنی داره باید 16-17 سال باشه، ولی خیلی جاهای دیگه هست اینا شروع میکنن کار کردن. حالا شما میگید به این 20 سال هم تازه زیاده، ولی خب شما دیگه درست گفتی، ایشون 54 سالش اگه اشتباه نکنم. بله خیلی نامه خوبیه، ولی میگم ریخته به هم. مثلا اینجا نوشته مسافری در شهر بلخ جماعتی را دید که مردی را در تابوت انداخته و الله اکبر گویان برای زنده به گور کردنش به سوی گورستان می بردن. مرد بیچاره با داد و فغان و صدای بلند از درون تابوت فریاد می کشید که ای حال ناس، من زندم، من زندم، چگونه می خواهید مرا به خاک بسپارید؟ در این هنگام چند نفری عجیر که پشت سر تابوت می دویدن رو به جماعت کرده و جار می زدن که این کافر ملعون دروغ می گوید، او مرده است. مسافر حیرت زده حکایت را می پرسد، می گویند این مرد کافری ثروتمند و بیوارث است. چندی پیش که به سفر رفته بود، 4 مرد عادل مؤمن مسلمان در محضر قاضی شهر بلخ شهادت دادند که او مرده و قاضی شهر نیز به مرگ او استناد داده است. پس از صدور حکم قاضی شهر، یکی از روحانیون مقدس و معروف شهر زنش را مصادره و والی بلخ اموالش را تصاحب کرده. اکنون بعد از مرگ رجعت کرده و ادعای حیات می کند، حال آنکه بر طبق شرع انوار ادعای مردی نامسلمان در برابر گواهی 4 مرد عادل و مؤمن و مسلمان مسموع و مقبول نمی افتد. مسموع یعنی قابل سمع شنیدن نیست. پس از صدور حکم قاضی شهر، یکی از روحانیون مقدس و معروف شهرش را زنش را مصادره. این خونده این است که به حکم قاضی شهر به قبرستانش می بریم، زیرا که دفن میت واجب است و معطل نهادن جنازه شرعاً جایز نمی باشد. ای فرزند،
از جماعت بپرهیز که اگر دوستت باشند مالت بخورند و اگر دشمنت گردند خودت میخورند. میفهمی؟ با احترام، حالا اسمشون رو نمیگم، شاید بعدم بخوان خودشون این نامه رو به صورتی که نوشتن بخونن توی به اصطلاح، و گرچه ایشون نوشته نامه سرگشاده تقدیمی زیر را به مناسب، اگر مناسب میبینید در برنامه تان پخش کنید. متشکرم آقای دکتر کاظم افشارها. آقای رضا پهلوی، حرف ما رو گوش ندادی، حرف آقای خسرو فرهور گوش ندادی، حرف آقای امید دانا رو گوش ندادی، حرف آقای احمدی رو گوش ندادی، حرف این معلم پیر دیر رو گوش کن. میگه برو بچه جون دنبال کار و زندگی. خب، و اما ابراز تأسف سوئیس از نمایش کاریکاتور نتانیاهو توسط سفیرش در ایران. حالا شما ببینید این سفرایی هم که میرن ایران برای که آخوندا به اصطلاح از اینا خوششون بیاد، اونا هم چه کار میکنن؟ اصلا شما ببین این ایمه، این کارتون را بعد از توافق یا نامه توافق ایران و 5 به علاوه 1 ما روی فیسبوک هم گذاشتیم که 2 تا کبوتر سفید نشون میده با پرچمهای آمریکا و ایران، اینها نشستن روی سر نتانیاهو و به اصطلاح اون کاری که پرنده ها میکنن کردن. باز بهتون نشون بدم چه خوب بود که بالای سر این نتانیاهو اون دوم یا اون گنبدی رو که اینها ساختن برای اینکه کسی نتونه حمله کنه به اسرائیل، عکس اون رو میکشیدید اگر کسی بلده اون کار رو انجام بده. سفیر سوئیس کاریکاتور مربوط به آقای نتانیاهو را در یک سخنرانی در هتلی در زوریخ نشان داده است. سفیر سوئیس، دولت سوئیس از اینکه سفیر این کشور در ایران در جریان سخنرانی در مراسمی کاریکاتوری از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را نشان داده، ابراز تأسف کرده است. در این کاریکاتور 2 کبوتر روی سر آقای نتانیاهو مدفوع می‌کنند. جولیا هاس سفیر سوئیس در تهران این کاریکاتور را در جمع صدها تاجر و صاحب صنعتی سوئیسی و ایرانی در هتلی در شهر زوریخ نشان داده است. این مراسم با هدف ترغیب و تشویق برای سرمایه‌گذاری در ایران بعد از اعلام توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی برگزار شده بود. در بیانیه وزارت خارجه سوئیس آمده است که این کاریکاتور سوال برانگیز بدون اطلاع این وزارتخانه به نمایش گذاشته شده است. وزارت خارجه سوئیس از نمایش این تر ابراز تأسف کرده و این اقدام را ناشی از بدسلیقگی دانسته است. سفیر سوئیس در ایران در سخنرانیش در جمع صاحبان تجارت و صنایع ایران را قطب ثبات در منطقه بسیار بسیار ناامن خواند و از تجار سوئیسی خواست که برای سرمایه گذاری در ایران تعلل نکنند. آقای آریان‌پور، وقتی به شما میگم اون پان ایرانیست و اون ایران آزاد و اینها، درباره همین سوئیس اونها اینقدر نوشته بودن که آقا مگه سوئیس چی داره، چه معاملاتی میتونه با ایران انجام بده، میتونه چه کار کنه؟ یعنی وقتی که مغز اینها در این سطح هست، حالا شما هر چی میخوای، هی میخوا آهنی بخره بکوب، میخوا کج میشه، میخوا آهنی نرود میخوا آهنی در سنگ. و اما پناهندگان در بازی های ژئوپلیتیک، اینم باز آقای ایبیش شیری یا آیبیش شیری مقاله هایی رو مترجم، الف میم شیری، 7 شهریور سنبله 1394. یعنی شما ببینید دوستان، اسم این آقا رو ما نمیتونیم تلفظ کنیم، تاریخ که میذاره ما نمیدونیم دیگه سنبله چه ماهیه، چی بگیم؟ همین ها رو فقط براتون نشون بدیم بد نیست. کلیپ پیوسته شرح یکی از ده‌ها گناه ناکرده محمد رضا شاه پهلوی، اعطای مزایای کاپیتولاسیون به مستشاران و سربازان نظامی. یعنی خانم نزهت یحیی زاده، شما میگید در ایران کاپیتولاسیون نداشتیم؟
چه کسی کپیتالیسیون رو به آمریکایی‌ها یا به دولت‌های دیگه یا به کارمندای اونها داده بوده؟ شاه، پدرش، آخوندا، یا میگید شما اصلا نداشتیم؟ من یه روزی در رابطه با شهریه دبیرستان در ایران صحبت میکردم، مردم گفتن آقا مدرسه ها مجانی بود. گفتم شما میتونید به من بگید اگه مدرسه ها مجانی بود این کلمه شهریه رو من از کجا یاد گرفتم و چجوری تو دبیرستان احمدی من و داداشم و اون داداش بزرگم ستامون همزمان تو دبیرستان بودیم؟ مادر ما گریه میکرد، التماس میکرد به این آقای مصباحی و آقای مهدیار که آقا من ندارم شهریه سه تا بچه رو نقد یک جا پرداخت کنم، اینا رو ثبت نام کن، ما قسطی ماهیانه و اینها میدیم. و هیچ کدومتون نمیان. یه دوستی داشتیم آقای گلپا، میگفت در گلپایگان ایشون درس خونده، اونجا دو سیخ کباب بهش میدادن سر کلاس مدرسه. گفتیم والا به ما هم گفتن برید لیوان بخرید، میخوایم نون و ماست بهتون بدیم. 5 ضرب دادیم لیوان، هرگز این ماست و نون به من مدرسه ما نرسید، خوردن بردن دزدی کردن. در صورتی که چرا اونو بیارن بدن، چرا نمیدادن به خانواده که مادرمون ماست بخره بده به ما، کره بخره بده به ما، کباب بخره بده ما، چرا میدادن دست این سیستمی که اینجوری توش دزدی بوده که ما یک روز نم ندیدیم. آقا بودن دیگه، آقای اتحاد الحق، ذکر الله اتحاد الحق، یا خودش و برادرش با من هم کلاس بودن توی این مدارس پهلوی توی باغ قوام درب شیخ شیراز. سه تا مدرسه چیزی که من رفتم یادمه، مدرسه شعله، مدرسه مظفر، مدرسه پهلوی، این تا به اصطلاح کلاس ششم. تو اون زمانم بود که ما گفتن که، و یادمه یه سری از بچه‌ها از که ما می‌رفتیم می‌گفتن تو مدرسه امروز به ما نون و کره دادن، ولی به ما چیزی نرسید. حالا شاید آقای گلپا هم درست بگه، نادر که میگه به ایشون دو تا سیخ کباب میدادن. آقا عزیز من، دو تا سیخ کباب به یه بچه بدن، این بچه بره سر کلاس، ببخشید حالا اگه خوابش ببره که به جای خوبش، ولی 1000 تا گاز از خودش رها میکنه دیگه تو اون کلاس. معلم اب نداره، بگید لاف در غربت و هیچ کم نیست جلو من و شما رو بگیره، شما دروغ بگید من دروغ میگم، هر کی دیگه، شیر در شیر. ابراز تأسف سوئیس رو براتون خوندم، این آبیش فلان رو خوندم، بله. یکی دیگه از باز نامه های آقای خانم نزهت یحیی‌زاده همینه، استاد شمشیری همچنان شیادان را رسوا می نماید راجع به شایعه دروغ اعطای کپیتالیسم. خانم این استاد شمشیری یه دونه کتاب خونده، اونم مثل قرآن، این کتاب تاریخ دروغی که خونده اون شده قرآنش، و اونم یک کم مثل من روانی شده. چرا این استاد شما جرأت نمیکنه با من صحبت کنه؟ منی که از نظر شما اطلاعات عمومی ندارم، چرا این آقا میترسه؟ برای که میدونه داره دروغ میگه، برای که میدونه رو تاریخ قلابی، و میدونه که من گفته های بهکام رو میارم، کپیش رو میارم که این آقا چجوری حتی از این برنامه های تلویزیونی سوء استفاده میکرده و پول میساخته. و شمای بیچاره‌ای که میشینی هی میگه استاد استاد، اینها استاد در کلاهبرداری هم، والا خیام بود گفت دیگه، نه شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار خود هنوز استاد نیم. این استاد چیه؟ اتفاقا یکی از دوستان برام نوشته بود آقا این کلمه پروفسور همون کلمه معلمه، و مثل که گفته بود تو فرانسه از دبستان تا چیز به معلماش میگن پروفسور. اتفاقا یه جایی خونده بودم من قبلا که کلمه دکترم همون کلمه معلمه، و دکتر یعنی این که این دکتر طب اگه هست به شما راه و روش زندگی رو یاد میده. خدایش معلم‌ها هم راه و روش کار و زندگی رو به من و شما یاد میدادن، چگونه حساب کنیم، چگونه تمیز باشیم، چگونه بهداشتی باشیم، بعد میری تو قسمت فنی چگونه کار بلد بشیم، چگونه از این کار استفاده کنیم و الی آخر. حالا معلم بهت بگن، دکتر بهت بگن، پروفسور بهت بگن، فرقی نمیکنه، تا جایی که شما اون چیزی رو که بلدی به دیگران منتقل کنی و شب هم با یه خیال راحتی بخوابی. خب این علی بابا هم نوشت و رفت و یادگار حوصله‌اش نیست، آدمای کم حوصله‌ای هست.
ببینیم که دیگه چی داریم براتون. 25 دقیقه هم گفتم بذارید ببینم فیلم که با بهروز درست کردیم، یعنی بهروز لینکاش فرستاده من درست کردم، اوپسی، ببینم چند دقیقه است. فانی تاریخ امروز 25 دقیقه و 28، یعنی ما دیگه حدود 26 دقیقه برای این وقت میذاریم که این رو شما کامل ببینید و نظرتون رو هم راجع به این ویدیوها بگید. این ویدیوها بهتره یا حضور افرادی مثل من بیان بشینن مزخرف بگن؟ تویی که با من مخالفی دشمن میشی، اونی هم که با من موافقه میگه آقا من که اینو میدونستم، چند بار سوربی میخواد اینو بگه، پس هیچ نفعی برای هیچ کس نداره. اولا این فیلمه رو میبینی، خانم لخت تو نیویورک راه میره شلوار نقاشی میکنن پاش، هیچ که بهش کاری نداره. اون وقت توی ایران اینقدر روسری و نمیدونم حجاب و اینها میکنن سر دخترها، بازم این برمان میشنیم که بردنشون رو تجاوز کردن و اینها. آخوندم در کمال افتخار میگه اگر دختراتون رو دزدیدن بردن ببینید کجاست، فلان جاده برید پیداش کن. یکی به این نمیگه خب احمق، تو که دولت و پلیس و نیروهای پاسدار و اینها دست شماست، همون منطقه که میگی پاسدار بذار، پلیس بذار، بسیجی بذار، نه این بسیجی ها رو بفرست تو خیابون که مردم رو بگیرن. اتفاقا تو ویدیوها همین مانتوهای جدیدی که آمده بهش میگن مانتو شیشه‌ای، ایرانی ها برای هر چیزی یه اسم قشنگی درست میکنن، مانتوهای شیشه‌ای بدننما، این هم داخل همین فیلم امروز هست. اگر بهروز یاری کنه، ساشا، دیگران، آقای دکتر عقیلی‌پور، لینک های ویدیو کوتاه جالب بفرستن، منم از اون ور وقت میذارم یکی دو ساعت اینا رو دانلود میکنم، ضبط میکنم، میچسبونم به هم برای شما نشون میدیم. شما هم از اون ور نظر بدید، چه به وسیله تلفن 202-695-2573 پیام بذارید، چه به وسیله ایمیل info@mardomtv.com یا usa.sorbi@gmail.com. خب ببینم باز برای شما چی گذاشتیم اینجا، چی تهیه دیده بودیم. آها، فارسی خورسندی، فکر نمی کنم اینو براتون خونده باشم، با هم بخونیم. این آقای هادی خورسندی نوشته با شکوه و مبارک و میمون خوب و بی درد سر توافق شد، آسمان بر ستاره ها خندید، بین شمس و قمر توافق شد. اینکه دور وطن کبوتر سر بزند بالو پر توافق شد. دوستان من بهتون نشون بدم ببینید این نوشته ها چجوری میشه، یه وقت حمله بر بی سوادی ما نذارین، حالا ما کم سواد هستیم ولی ببینید مثلا این بیت و مصرع و اینا چجوری میشه، میپره پایین میپره بالا، یه جا درسته یه جا یک کلمش میاد یه جا دو کلمش میاد. در هر صورت این که دور وطن کبوتر سر بزند بال و پر توافق شد، سر جشن و بزن بکوب اینجا توی کوه و گذر توافق شد، بهر این که کمی برقصم من بین قر با کمر توافق شد، سر دیدار توی تاریکی بین دختر پسر توافق شد. این شلوغی چه فرصت خوبی است. بذارید من اینجوری بهتون نشون بدم شاید بهتر باشه. بله، این شلوغی چه فرصت خوبی است، ندهیمش هدر توافق شد، روی یک بوسه پس از تحریم زان بت اشوگر توافق شد، رفع تحریم عشق شد یاران تاغباز و دمر توافق شد، سر حق مسلم سابق که شده مختصر توافق شد، سر دادن زکیسه ملت خرج سیر و سفر توافق شد، بر سر اینکه ملت ما کرد میلیاردها ضرر توافق شد، بر سر اینکه میشود آدم سنترفیوژ خر توافق شد، سر 75 میلیون خلق بین 5-6 نفر توافق شد، همچنان خط فقر پررنگ و مرزمان مرز پرگوهر توافق شد، بابت اینکه کفش نو نخرد بچه کارگر توافق شد، روی اینکه
کسی نگوید هیچ از حقوق بشر توافق شد بابت زنده باد آمریکا عوض مرگ بر توافق شد روی نفتی که حرف آن نزدند از همه بیشتر توافق شد گاز را میزنند چوب حراج نصف قیمت ببر توافق شد به مصدق اگر که شد توهین نشوم من پکر توافق شد آبرو بردن از امیر کبیر ضمن جعل خبر توافق شد کاریکاتور می شود تاریخ با بی بی سی اگر توافق شد وحش شیرین مذاکراتی بود مثل قند و شکر توافق شد روی اینکه رژیم اسلامی بشود معتبر توافق شد اینکه باشد به قدرتش باقی شیخ عمامه سر توافق شد خطری در افق نمایان بود بهر رفع خطر توافق شد روی اینکه برای ما بپزند آش کشتی دگر توافق شد آش بهتر از این نشاید پخت چه ظریف آشپز بود چه زمخت هادی خورسندی خب ضمن این که هادی خورسندی شعرها طنزهای قشنگی میگه و خب بهترین نوع حرف زدن اینه که شما حرفاتو در قالب طنز به مردم بگی ولی یه سوالی از آقای هادی خورسندی آقای هادی خورسندی شما از این توافق شد با همه این بدبختیاش خوشحالی یا ناراحتی مثلا یه دوستی عکس برای من فرستاده بود که آقای صادق هدایت گفته بوده که در مملکتی که همه جاش گوه است اصلاح غیر ممکن است خب اولا آقای صادق هدایت که در زمان شاه خودکشی کرد درسته؟ پس دوستان آقای صادق هدایت میگه در زمان شاه همه جاش گوه بوده درسته؟ بنده سر قبر آقای صادق هدایت هم ماه می تشریف بردن میدونید خیلی از ایرانی ها وقتی میخوان تعارف کنن عرض کنید و بفرمایید و تشریف بردم و خدمت میرستم و قاطی میکنم خب بنده هم رفتم اونجا سر قبر ایشون هم نشستم ای کاش مرده میتونست حرف بزنه که ازش بپرسیم آقای صادق هدایت شما که زمان شیخ رو ندیدی و تازه تو زمان شاه به اون حد ناراحت بودی که خودکشی کردی امروز ای کاش به ما بگی که چه باید کرد حالا اون دوست من از ریچموند هفته قبل منتظرتون بودم پنجشنبه زنگ نزدید امیدوارم که حالتون خوب باشه چون یک کسالتی پیدا کرده بودید و ضمناً اگر بتونم شاید این یک شنبه هفته آینده بیام خدمتتون نگی که باز به صادق هدایت بند کردی والا بلا من به هیچ که بند نمی کنم دیدید همینجوری که از آقای هادی خورسندی این دوست نازنینمون که گهگاهی قدیما باهاشون با تلفن صحبت میکردم میپرسم که آقا توافق بد ما حرف شما رو قبول داریم چیز بهتری سراغ داری؟ به ما بگو اقلا اون چیز بهتر چیه یا مثل پایان فیلم ایرانی نشون نمیدی قاتل کی بوده همینجوری میخوای بذاریش که اگر یه فرصتی پیش آمد یه فیلم دیگه هم درست کنی ولی صادق هدایت رو من ندیدم نشناختم اون وقتا هم کتاباش قاچاق بود با ترس و لرز یه کتابی از یکی میگرفتیم میخوندیم نمیفهمیدیم هم چیه تازه ما روزی که نمیترسیم کتاب میخونیم نمیفهمیم روزی که ترس و وحشت داریم که دیگه هیچ دوستان عزیز اجازه بدید من همینجا از شما خداحافظی کنم ساعت 3:34 است بریم این فیلم هایی رو که بهروز و ساشا و آقای عقیلی پور و دیگر دوستان زحمت کشیدن با هم ببینیم از اینکه با تلویزیون مردم بودید بسیار ممنونم آخر ماه آگست اول ماه سپتامبر اگر عادت دارید آخر ماه کمک کنید بفرمایید اگر عادت دارید اول ماه حمایت کنید بفرمایید به قول آقای اسلام شمس گفت حتما برین بدین دادن خوبه بعد گفت خیلی فکرتون بده ها من چیزی نگفتم منظورم رأی دادن بود اینجا هم کمک کردن و پول دادن به تلویزیون مردم و هر تلویزیون دیگه که نگاه میکنید هست مرسی دیگران رو بهشون بگید که یه تلویزیونی هست به نام تلویزیون مردم و دیدید که همه تلویزیون ها ادعا میکنن ما برنامه های متفاوتی داریم بارها گفتم اگر کسی برنامه‌ای بهتر از برنامه من سراغ داره
به من بگه، منم بیام اونجا بشینم نگاه کنم، با اونها ایمیل بزنیم. اصلا برنامه های تلویزیون من با یه تلفن به این رادیوی محلی شروع شد و این دوستان ما رو گذاشتن سر کار، گفتن آقا عجب صدای داوودی داری و فلان داری و اینها، به این روز افتادیم و حالا میخندن به ریشمون. با هم بریم اون فیلم رو ببینیم، ویدیوی فانی ویدیوز، ویدیوهای باحال. مرسی.